اگر میخواین گیاه خشخاش در گلخانه بکارین و تمام رمز و رازهایش هم امراش مشترک بسازم، فقط با یک لایک زدن بریم سراغ آموزش. سلام دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به یک ویدیوی خیلی منحصر به فرد و خیلی جالب و عالی. اگر شما را دقیق ببینین، متوجه شوین، یاد بگیرین، حتما به برنامه و هدفی که دارین میرسین. 4 راز یا 4 تکنیک یا 4 مرحله‌ای که شما میتونین این گیاه را بکارین در گلخانه و نتیجه بسیار عالی بگیرین که اصلا از زمین اون نتیجه را گرفتن نمیتونین، خیلی مهم هست، من بر شما تشریح میکنم. موضوع اول هست که شما خوب باید گلخانه داشته باشین، که این معمول هست. برای شروع کار شما باید گلخانه خرد یا بزرگ داشته باشین، که اکثریت از دوستای در ایران زندگی میکنن، گلخانه جور کردن بسیار برای شما راحت هست، چون آب که خب به هر صورت در هر کجا یافت میشه، شما گاز به اندازه کافی دارین، برق به اندازه کافی دارین، توسط این دو چیز و همچنان موادهای که این گیاه ضرورت داره، مثلا پرلیت هست، کوکوپیت هست و همچنان کمپوست هست، که بیشتر پرلیت و کوکوپیت میتونین شما امراش جایگزین کنین ماسه و کود حیوانی را شما بیشتر استفاده نکنین، میتونین با جایش کمپوست استفاده کنین، که در افغانستان دوستای ما در کل به کمپوست، به فقر کمپوست گرفتار هست و کمپوست خیلی کم هست، شرکت های تولیدی زیاد نیست که کمپوست تولید کنه و در دسترس همه قرار بده، چون برق و گاز به اندازه کافی نیست و تولید هم نیست. پس از اون لحاظ بعضی دوستایی که میخواین این کار انجام بدن، خب بعضی مشکلات گرفتار میشن، ولی این کار در ایران برای شما خیلی نتیجه خوب میگیرین. اول باید گلخانه داشته باشین، که گلخانه مثلا 5x5 یا مثلا 10x5، به هر صورت هر چیزی که خودتون، حتی سبزیجات و گلهایی را که شما پرورش میکنین، میتونین در یک کنجش برای تولید این گیاه تخصیص بدین و نتیجه خیلی عالی بگیرین. خب اولی که گلخانه باید داشته باشین، که خود شما میفهمین، کشت در گلخانه باید گلخانه داشته باشین. موضوع دوم آماده سازی زمین هست. زمین را پیش از کاشت شما باید خوب شخم بزنین و همچنان خوب ایره تعقیم سازی کنین، که قارچ هاش از بین بره. مثلا پلاستیک روی خاک گلخانه میگیرین و برای چند مدتی را میمانین، داخل گلخانه را خوب گرم میسازین و خاکستر در داخل گلخانه پاش میتین، با خاک یک جا میکنین و هر نوع فعالیتی که شما ضرورت دارین و میفهمین که خاک تعقیم میشه و آفات و امراض از بین میره، پیش از اون شما باید انجام بدین، چون محیط گلخانه یک محیطی است که کاملا کنترل شده هست و چیزی که ما میخوایم باید در گلخانه تولید کنیم. پس در مرحله دوم بعد از داشتن گلخانه شما باید زمین را تعقیم سازی کنین. بعدش برمیگردیم به غنی سازی و همچنان حاصل خیز سازی خاک. خاک را شما فقط با یک چیز میتونین حاصل خیز بسازین، که او هم استفاده از کمپوست هست. هر نوع خاک را که دارین شما باید با او کمپوست اضافه کنین و کمپوست خیلی زیاد هم اضافه کنین. مثلا خاک که به اندازه گفته میتونیم 1 بلیست یا 20 سانت وجود داره، حداقل 30 الی 40% شما باید کمپوست بریزین و همچنان خاک شما باید منفذدار و قابل، یعنی زهکشی زیاد داشته باشه. اگر فکر میکنین خاک شما خیلی سخت و سیفت هست، میتونین که 20 الی 25% ماسه هم همراه خاک ترکیب کنین، یعنی گفته میتونیم 35% کمپوست و همچنان 30% نظر به خاک اصلی خود، که هر قدر او نرم و سخت و سیفت هست، نظر به او از 20 تا 25% را میتونین که ماسه سرش علاوه کنین. ماسه بادی که وجود داره باعث تخلخل در خاک میشه، از این میتونین استفاده کنین. و بعضی دوستایی که پرلید و کوکوپیت داره، حتی با جای ماسه میتونین شما از او استفاده کنین و خیلی نتیجه خوب هم بگیرین، که اونا یعنی 10 برابر نسبت به ماسه خوب هست. در صورتی که شما پرلید و کوکوپیت نداشته باشین، ماسه فراوان داشته باشین، میتونین از ماسه استفاده کنین. خب و همچنان خود خاک، که اینا رو با پیمانه های مناسب، البته کمپوستش یک مقدار باید زیاد باشه، اینا رو یک جا میکنین و خاک رو خوب آماده میکنین. و وقتی که خاک رو آماده کردین، این را پلات بندی میکنین. پلات بندی یعنی یک پلات در این قسمت، پلات دیگه در قسمت. دوستایی که
گل داودی کاشتن و روش کاشت گل داودی که پلات پلات هست و شما میکارین، آبیاری قطره جور میکنین و همچنان گل میبراید، عیناً به شکل گل داودی ایره میکارین، زمینش آماده میکنین، کاشتش فرق داره. زمینش رو به شکل پلات پلات جور میکنین، یعنی به اندازه یک متر، حد اکثرش یک متر، از یک متر عرض پلات باید زیاد نباشه، درازش سر تا پای گلخانه میتونه باشه، به خاطر که در زمان جمع‌آوری و نش زدن و تیغ زدن و زیگه پا شما بتونین به راحتی از دو طرفش رسیدگی کرده و بتونین فعالیت کنین. ای هست از روش آماده سازی زمین که شما زمین خود را با چی خاکی و با چی موضوعاتی ترکیب بسازین و با چی شیپی آماده بسازین. بعد مرحله سوم در رابطه با آبیاری هست که شما چی نوع آبیاری را انتخاب میکنین. اگر بتونین آبیاری قطره‌ای برای این جور کنین، خیلی نتیجه خوب میگیرین. آبیاری قطره‌ای شما میتونین در گل داودی تطبیق کنین. گل داودی خیلی نزدیک به هم شانده میشه و نتیجه خیلی خوب هم میگیرین. میتونین به این هم به راحتی تطبیق کنین، در صورت که به اندازه گل داودی شفت و نزدیک نباشه، فاصله دار باشه، حداقل بین یک بوته 15 سانت یا الی 25 سانت، 15 تا 25 سانت بین هر بوته باید فاصله داشته باشه. شما میتونین که توسط آبیاری قطره‌ای از استفاده کنین. باز هم اگر آبیاری قطره‌ای برای شما هزینه بر هست، آبیاری غرقابی رو میتونین انجام بدین. مثلا یک پلاتی که دارین، پلات را همین خود ادامه‌ش طولش را میتونین 10 متر در نظر بگیرین و عرضش میتونین مثلا 1 متر، 1 در 10 آبیاری میکنین و آب میره از اول تا آخر. این البته زیاد برای افغانستان میتونیم سفارش کنیم، چون آبیاری قطره یک مقدار سخت است، هزینه سنگین هست، و برای دوستایی که در ایران هست شما میتونید از آبیاری قطره استفاده کنید، چون پایپ ها و شلنگ و تمام چیزا زیاد و فراوان یافت میشه و با قیمت مناسب شما میتونید بخرین و نتیجه خوب بگیرید. و این هم از روش آبیاری که شما با دو روش میتونید آبیاری کنید. بعد مرحله چهارم هست کددهی. شما از کدام نوع کد میتونید استفاده کنید؟ خب در قسمت اول که شما یک بار از کمپوست استفاده کردین، این هم خاک شما را اصلاح میکنه، حاصل خیز میسازه و هم آیسته آیسته به عنوان کود جذب میشه، ولی این کفایت نمیکنه. شما باید کود کیمیایی در کنارش استفاده کنید، چون این گیاه واقعا نیاز به تقویه جادویی داره، باید فورا برش کود داده شد و رشد کنه و نتیجه خوب گرفته شد. پس شما به دو نوع کود ضرورت دارید، دیگه اصلا فکر نکنید. یکی کود 320 و دیگه هم کود آهن. این دو نوع کود را شما به راحتی میتونین درجه بندی کنین، برابر کنین، تقسیم اوقات برش جور کنین و از استفاده کنین. کود اولین بار شما کدام وقت باید کود استفاده کنین؟ وقتی باید استفاده میکنین که همی گیاه از 5 الی 10 برگی شده باشه. 5 الی 10 برگی شده باشه، تمام گیاهان هرزه را دور میکنین و خودش را هم یک کاری میکنین و با فاصله 15 الی 25 سانت هر گیاه را میمانی و بعد برش اولین بار کد 320 استفاده میکنی. وقت کد 320 استفاده کردی، آب میتی، بعد دور دو باز دوباره آبیاری، دور دو باز دوباره که آب دادی بدون کد، دور سوم وقت آب میتی همراه کد آهن باید آب بدی. کد آهن را میتونی در داخل آب خود حل کنی و در داخل آب آبیاری تزریق کنی و بهترین نتیجه را میگیرین. اون موقع شاید گیاهتان بزرگ شوه و احتمالاً به اندازه 10 الی 15 سان ارتفاع پیدا کنه و باعث سرسبز شدن، تیره شدن برگ ها و قوی شدن سطح برگ ها میشه و این خیلی تأثیر خیلی خوب میکنه برای گیاه شما. کداهن باعث میشه که گیاه شما بسیار قوی، سرسبز و همچنان تیره بزرگ شوه و در مقابل آفات و امراض هم مقاومت پیدا کنه. خب وقتی که شما یک دور کد 320 دادین، یک دور دیگه کد آهن دادین، دور دیگه یک آبیاری را بدون کد آبیاری دیگه باز کد 320 استفاده میکنین، باز هم یک آبیاری کد استفاده میکنین، در آبیاری دیگه باز کد آهن استفاده میکنین. یعنی در طول پرورش این چهار دور شما کد استفاده میکنین، دو دور کد 320 و همچنان دو دور کد آهن استفاده میکنین. و در رابطه با کددهی خلاص دیگه هیچ چیزی نمیمونه و زمین را هم شما اصلاح کردین، تعقیم سازی کردین، کد هم استفاده کردین، روش آبیاری را هم استفاده کردین. روش آبیاری دوستای خوب من کوشش کنین که زمین کاملا خشک نشوه، یعنی تقریبا نم به نم آبیاری شوه،
و او فرق میکنه در ساحه‌ای که شما قرار دارین، شاید گرم باشه، شاید سرد باشه، شاید خشک باشه، و او نظر به طبیعت زمین خود باید انتخاب کنین که آیا بعد از 2 روز، بعد از 3 روز، بعد از 5 روز، بعد از 1 هفته چقدر زمان میبره تا زمین شما خشک شه و نیاز به آب پیدا کنه. خب این هم در رابطه با کوددهی، آبیاری و میمونه رویش کاشتش که خیلی مهم هست. موضوع پنجم هست، 4 موضوع رو گفتیم، موضوع پنجم رویش کاشت هست. شما از این گیاه به عنوان نشه نمیتونین استفاده کنین، یعنی این رو در یک جای کاشت کنین و بعد این انتقال بدین یک جای دیگه، این واقعا سرش فشار میآید و یک شوک وارد میشه و نتیجه درست تابی گرفته نمیتونین. شما اگر خواستین به شکل قطاری بکارین، تخم ها رو میتونین پاش بتین و بعد پسانتر میتونین یک کاری کنین و تعدادشان رو کم کنین و از او خود گیاه به عنوان سبزی استفاده کنین، که واقعا ما در دوره‌ای که استفاده میکردیم انرژی گرفته بودیم و خیلی هم خوشمزه و از این میتونیم به عنوان سبزی استفاده کنیم. عیناً طعم کاهو را داره و خیلی هم به بدن مفید هست و مضر هم نیست و کسی را به اعتیاد و معتاد هم نمی کنه و هر شخص از این میتونه استفاده کنه و خیلی هم قوی هست. شما میتونید به شکل قطاری دانه ها را پاش بدین، آبیاری کنین و خودش سبز میکنه، خلاص. یا میتونید به شکل پاشکی پاش بدین داخل پلات یا داخل از اون ساحه‌ای که آماده کردین، بعد وقتی بزرگ شد میتونین کیره یک کاری کنین. این هم از روش کشت. و در رابطه با عمقی که تخم در داخل خاک داشته باشه، این هست که شما نباید خیلی شخم بزنین و تخم ها خیلی زمین در داخل غرق شود، چون اندازه و سایز تخم خیلی خرد هست و اینا حتی بتا در سطح زمین کاشت کنین و یک مقدار لایه خیلی نازک ماسه رویش پاش بتین، کفایت میکنه و خودش سبز میکنه و رشد میکنه. خب دوستای عزیز، این بود از روش کاشت و پروریش این گیاه در گلخانه. امیدواریم که شما بتونین به این روش کاشت کنین و مشکلاتی را که دارین از این طریق برطرف شوه. هدف ما تشویق و ترویج این نیست. و بعضی از دوستان ممکن مریض باشن، نیازمند باشه، یا حتی مثلا یک دانشگاه میخواد تحقیق کنه در سر ازی، باید دقیق یاد داشته باشه چه قسم باید کار کنه، یا حتی یک شرکت میخواد تولید کنه محصول ایراد به ادویه تبدیل کنه و به درد مریض ها بخوره، باید روشش رو یاد داشته باشه. هر چیز از خود هم خوبی داره و هم بدی داره. ما کوشش میکنیم خوبی هاش برای شما یاد بتیم. بر فرض یک شخصی در دکاندار هست، چاقو میفروشه، با این چاقو هر کس خدا میتونه بکشه و از این چاقو هم میتونه به عنوان سبزیکاری و همچنان در آشپزی خود استفاده کنه. هر چیز از خود خوبی و بدی داره و شما بیشتر کوشش کنین جنبه مثبتش رو دنبال کنین. خب دوستای عزیز، رسیدیم به آخر این ویدیو. اگر خوش شما میایه از این ویدیو، حتما کانال رو سابسکرایب کنین، چون همیشه ویدیوهایی که شما نیاز دارین ما میسازیم در دسترس شما قرار بگیره. تا ویدیوی دیگر، حتما ویدیو رو لایک هم کنین. خدا یار و نگهدارشون.